تغییر چیدمان و ویرایش یک گزارش. پس از اینکه یک گزارش رو ایجاد کردیم، میتونیم فیلدهای چیده شده در گزارش رو جابجا کنیم، اندازه اونها رو تغییر بدیم، فونت، رنگ و فرمت اونها رو بر اساس نظر خودمون درشون تغییرات رو ایجاد کنیم. برای تغییر چیدمان و ویرایش گزارش باید گزارش رو در نمای دیزاین یا طراحی قرار بدیم. برای انجام این کار بر روی گزارش مورد نظر در نویگیشن پین کلیک راست میکنیم و بر روی دیزاین ویو کلیک میکنیم. اینجا مشاهده میکنید که گزارش در حالت نمای دیزاین باز میشه. این گزارش از چند ناحیه تشکیل شده. ریپورت هیدر، براتون مشخص میکنم اون رو، ریپورت هیدر که میتونیم لوگوها و عناوین مورد نظر رو در این قسمت اضافه کنیم. یک نکته که اینجا لازم خدمتون بگم، با استفاده از سربرگی دیزاین گروه کنترلز میتونیم در واقع کنترل های مورد نظر رو در این قسمت اضافه کنیم. ناحیه ریپورت هیدر، این ناحیه فقط یک بار در ابتدای گزارش چاپ دیده میشه. پیج هیدر، این ناحیه‌ای که در این قسمت داریم مشاهده میکنید، پیج هدر، این ناحیه در ابتدای هر صفحه گزارش چاپ میشه. شماره صفحات و برای اضافه کردن عناوین ستون‌ها میتونه از اون استفاده کنیم. ناحیه دیتیل، با این ناحیه یک ناحیه تکرار شونده گزارشه که محتوای گزارش رو چاپ میکنه. پیج فوتر، این ناحیه‌ای که در این قسمت ملاحظه میکنید، این ناحیه فقط یک بار در انتهای گزارش چاپ میشه و حالت ناحیه ریپورت فوتر، این ناحیه فقط یک بار در انتهای هر گزارش چاپ میشه. برای جابجایی یک شی در گزارش، ابتدا اون شی مورد نظر رو انتخاب میکنیم و با قرار دادن مکان نما بر روی لبه‌های اطراف اون، اشارهگر موس تبدیل به یک فلش 4 جهته میشه. در این حالت مجددا بر روی شی کلیک میکنیم و بدون رها کردن کلید شی رو در محل مورد نظر درگ کنیم. برای تغییر اندازه یک شیر، بعد از اینکه اون رو انتخاب کردیم، میتونیم مکان نما رو در این قسمت قرار بدیم تا تبدیل به فلش های دو سر بشه و تغییرات لازم رو در شیر گزارش انجام بدیم. برای تغییر فونت یک متن یا یک فیل در گزارش، بعد از اینکه اون رو انتخاب کردیم، میتونیم از سربرگ فرمت، اینجا گروه فونت، تغییرات لازم رو در اون ایجاد کنیم. به طور کلی برای تغییر قالب بندی یک متن یا فیل میبایست پس از اینکه اون رو انتخاب کردیم از سربرگ فرمت گروه فونت تغییرات لازم رو ایجاد کنیم و با استفاده از ارنج میتونیم تغییرات چیدمان، تغییر اندازه و مرتب کردن اجزای گزارش که از سربرگ های ارنج و گروه های مثل موو، پوزیشن، سایز اند اوردرینگ میتونیم استفاده کنیم و برای تنظیم اندازه کاغذ، جهت چاپ بر روی کاغذ، میتونیم از سربرگ پیج ستاپ، سربرگی که در این قسمت مشاهده میکنین، و گروه های پیج ساز و پیج لی اوت استفاده کنیم.